آقا بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، بینندگان عزیز و ارجمند، خانم‌ها و آقایان علاقمندان به والیبال، به خصوص بانوان، امیدوارم هر جای ایران زمین که هستید حالتون خوب باشه، زندگیاتون سراسر از عشق و مهر و محبت الهی باشه. اینجا شهر دارالعباده، شهر میراث جهانی یزد، هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان، پوران یزد مثل رفسنجان، و امیدواریم بازی خوب و جذاب رو از هر دو تیم ببینیم و در نهایت هر تیمی که شایسته برد هست بتونه امتیاز لازم رو به دست بیاره. فعلا بازی یکه و بازیکنان تیم مس هم سرویس خودشون رو باید بزنن. اسامی تیم مس رو من ندارم به دستم برسه، خدمت شما عرض کنم که دقیق تر گزارش خواهم کرد. سرویسی که به منطقه 5 قرار بود برسه و نرسید و به بیرون رفت. پوران 2 مس 1. سرویس با رویا فرخی از هوران یزد، یک یزدی ها، قدرت زن این تیم، دختر گنباده کاویسی این تیم که سرویسش انتهای زمین و در منطقه 5 قرار میگیره. 3-1 به سود هوران. هوران بازی قبلی خودش رو در تهران با مرسان برگزار کرد و نتونست روند پیروزی خودش ادامه بده. رویا فرخی بازم سرویس خوب دریافت اول از بازیکن مس شماره 7شون. کامیابی رویا فرخی. یه دفاع جانانه و گودرزی، پاس خوب برای معصوم قدمی که به خوبی پا شد و اسپک خودش رو زد. بازی میشه 3-2 به سود هوران. سرویس برای تیم مس رفسنجان و شماره 18 شون سید فاطمه هاشمی. کامیابی نعمتی و دفاع جانانه از معصومه قدمی. 3-3 برابر. معصومه قدمی نسبت به همتیمیاش از قدی شاید ایدئال نباشه، ولی پرش‌های خوبی داره، تایمینگش هم خیلی خوبه. و امتیاز چهارم برای مس. چهار 3 به سود مس و سرویس با شماره 18 سید فاطمه هاشمی. کدام منطقه رو هدف قرار میده؟ منطقه 1 کامیابی نه، رویا فرخی برای سبا ایدلخانی و سبا موفق در امر امتیازگیری. 4-4 برابر. دریا سمی در منطقه سرویس برای هوران، دریافت خوب، نه چندان خوب. یه اسپک خوب توپ جمع نشد و باز هم موفق معصوم قدمی، بازیکنی که تا به الان تاثیرگذارترین بازیکن تیم مس بوده. سرویس با خود قدمی. کدام منطقه رو هدف قرار میده؟ منطقه 6 توپ رد شد و دریافت نامطلوب رویا فرخی که امتیاز ششم رو تقدیم کرده مس رفسنجان. قدمی بازم منطقه 6، جایی که رویا فرخی. کامیابی نعمتی، توپ هنوز در جریان بازی بود اما 6-5 نتونستن توپ رو برگردونن. یه اسمک قدرتمندانه از هدیه نعمتی پشت خط زن 18 ساله هورانی ها. خودش هم سرویس رو میزنه، دریافت اول از قدمی و توپی که از دست رفت. نگین سوختانلو نتونست پاس خوبی رو بسازه.
تیمشون خیلی ریزه. خب اگر بیتونه گل خوش درست در اینجا به ترتیب شما را بگیر اینجا دنیسه برای ما روایتون شد خب قلمی تو با بر میگردونه یه مشکل فنی پیش ما نتونستیم که گزارش داشته باشیم و امتیاز برای خودانی از 6-6 برابر حالا میشه 7-6 سرویس برای هوران یزد سوختانلو کامیابی کدام بازی کن انتهای زمین سوختانلو تو بازم رد میشه یه رالی جذاب سوختانلو کدام بازی های پای اما قدمی خیلی قبولم میکنه خودش و میگه من اشتباه کردم توپ رو در ارتفاع بالا هدف قرار نداد و همین امر باعث شد که به تور بخوره نعمتی برای هوران در منطقه سرویس یه سرویس خوب قدمی سوختانلو برای شما 12 شون توپ دفاع میشه دوباره پاسور مثل رفسنجان یه پایپ اعلام میکنه پایپو پاسور میسازه و امتیاز هشتم برای هوران روی کار خوب این تیم وقت اصلاحات فنی برای مثل رفسنجان من هنوز لیست رو در اختیار ندارم که نام ها رو بتونم دقیق اشاره کنم ولی مطمئنن تا لحظات دیگر این اتفاق رقم میخوره لیست به دست من میرسه که دوستان دارن تلاش خودشون رو میکنن هدیه نعمتی دریافت اول قدمی در حکم پاسور و توپی که بیرون بود اما داخل بود سرداور این دیدار میگه توپ داخل بود و به نظر داور احترام میذاره 8-9-7 سرویس برای مثل رفسنجان یگان اکبر این کار را انجام داد و به به امتیاز خوب برای هوران روی توپ قبلی 10-7 سوای دل خانی و توپش به بیرون میره ده هشت 14 نگین سوختانلو پاسور این تیم در منطقه سرویس دریافت اول خوب نبود سوختانلو برای 12 شد توپ شاید بیرون میبود فرخی در حکم پاسور هدیه نعمتی فقط توپ رد میکنه خب اسامی به دست من رسید و گزارش از این لحظه قطعا متفاوت خواهد بود سوختانلو در منطقه سرویس نگین سوختانلو کدام منطقه رو هدف قرار میده داور بازی نگه داشت یک کارت زرد به قدمی 7 مس که خودش هم میگه من نمیدونم به مربیش هم میگه من نمیدونم چه اتفاقی افتاد
خیلی جالبه که در لیگ برتر والیبال بانوان زمانی که میخوان سرویس بزنن همه ایس رو میگن که امتیاز مستقیم منظورشونه. سوختانلو در هفته اول کامیابی تو جمع شد خوبی. رویا فرخی کامیابی کدوم بازی کن؟ رویا فرخی و امتیاز برای مس. خود فرخی هم به داور میگه که کمک خط رو نگاه کن، اما به هر حال 10-10 برابر سوختانلو. دریافت اول حاجی‌زاده دریافت اول انجام داد. ایدلخانی و توپ بازم بر میگرده با پشتکار بازیکن رفسنجان. ایدلخانی کامیابی، رؤیا فرخی و بازم توپ بیرون بود. من میخوام بگم وی آر بعد خندم میگیره، لیگ برتر آقایانمون وی آر نداره. چه توقعاتی داریم ما در مرکز ایران. 11-10 سوختانلو، سرویس خوب خود رؤیا فرخی، بازم توپش جمع میشه. سوختانلو 18 شون. سید فاطمه هاشمی اسپک فوق‌العاده میزنه و 12-10 دو امتیاز اختلاف ایجاد میشه به سود مس و وقت ساعت فنی برای تیم هوران. خب تیم هوران به زمین برگشت، رفسنجانی ها هم برگشتن. 12-10 سرویس با نگین سوختانلو، سرویس خوبی رو تا به الان زده حاجی‌زاده، فقط رد میکنه. کامیابی سوختانلو برای یه پاس سرعتی، اما توپ جمع شد. نعمتی لب تور سوختانلو و یه پاس سرعتی که توپ هنوز هست در زمین و نگاه باز مریم کامیابی توپ رو فرستاد جایی که کار سخت بشه برای لیبروی تیم مس. 12-11 و وطنخواه رسید به توپ. توپ فقط با رد بشه این کار رو به خوبی انجام میدن. کامیابی، رؤیا فرخی، توپ با رؤیا فرخی فعلا در جریان میمونه. سوختانلو کدام بازیکن انتخاب میکنه؟ شماره 18 شون سید فاطمه هاشمی و اونم موفقه. 13-11 آسیه حسنی میره برای زدن سرویس. دریافت اول کامیابی، نعمتی و توپ داخل بود. توپ داخل بود نبود چه بگویم دیگه، هرچه داور بگه باید بگیم. چشم. 14-11 بازم سرویس برای مس رفسنجان. داخل زمین خیلی هم داخل بود و سبا ایدلخانی توپ رو رها کرد و خانم فتویی هم یه نگاهی کارت خودش میکنه، میگه پای دست من بر نمیاد. 15-11 اختلاف عدد 4 و خدمت شما عرض کنم که
باید ببینیم شاگردان خانم فوتی میتونن این اختلاف رو جبران کنن یا خیر. دو تیم به زمین بر میگردن. سرویس برای مثل رفسنجان و آسیا حسینی. دریافت اول خوب نبود، دفاع شد حساب کامیابی. حالا سید فاطمه هاشمی چپ دست رفسنجانی ها موفق و عدد 16 رو به صف می‌رسونه. 16-11. و یه خطا و 17-11. اختلاف عدد 6 کار سخت شده برای هوران و جبری که خود بازیکن مس دارن ایجاد میکنن برای تیم هوران. سرویس خودشو میزنه حسینی. رویا فرخی و دفاع جانانه از بازیکنان تیم مس. آتوسا ملک نژاد بازیکن بلند قامت این تیم. باز هم سرویس با آسیه حسنی. من عذر میخوام گفتم حسینی. توپش بیرونه. 18-12. درافت اول سوختانلو یه پاس چیزو بریده برای آتوسا ملک نژاد و اونم به خوبی قدر این پاس سرعتی رو میدونه، امتیاز لازم رو به دست میاره. 19-12 اختلاف 7. فکر میکنم دست اول برای تیم مسه و باید فقط ببینیم نتیجه پایانی چه عددی به دست میاد. جبران کردنش یه خورده دیگه سخت شده. توپ خیلی بیرون بود خانم ملک نژاد. تعویضم میشه و جای خوش رو به لیبرو تیمشون میده. آرزو گودرزی کم کمک داره اسامی به دست آمد. یه سلام ویژه داشته باشم خدمت بانوان رفسنجانی و کسانی که از رفسنجان از طریق اپ آنتن ما رو میبینن و این بازی رو تماشا میکنن. توپ بیرون بود. 20-13. این جمله‌ای که میخوام بگم مبنا بر این نیست که بازی در یزده. فکر میکنم یکی دوتا توپ داور داره اشتباه میکنه. توپ شما خیلی توپا نزدیک به خطه و 20-14. 20-14. دریا سمی دریافت اول خوب نبود. سوختانلو فقط خودش باید رد کنه. نعمتی کامیابی برای خود نعمتی. توپ هنوز میمونه. خیلی توپای خوبی رو زنده کردن بازیکن مس و باز هم دفاع و باز هم ناهماهنگی و 21-14. یه همریختگی عجیب رو در تیم هوران میبینیم. من فکر میکنم درست میشه. بازم ناهماهنگی. سبا ایدل خانی فقط با رد کرد لب تور و امتیاز برای هوران. سوختانلو پاسور این تیم اشاره میکنه که من پاسم دقیق نبوده و اشتباه کردم. 21-15. نعمتی دریافت اول از لیبرو تیم مصر.
توپ جمع میشه، کامیابی، سبا ایدی الخانی باز هم جمع میشه توسط قدمی. یه رالی عجیب، لب تور، دست به تور نخورد. فاطمه هاشمی هم رد کرد، کامیابی و یه جاخالی خوب از اسما وطنخواه. 21-16 تیم مصر رفسنجان با حمایت شرکت مصر همراست و تیم اوران هم با همراهی و حامی به نام گروه بازرگانی ترمه دستچربی و امتیاز 17 برای تیم هوران. دوستانم خیلی با صبوری خاص امتیازات رو روی تابلو ثبت میکنم. 21-17 اختلاف 4 امتیاز میشه رسید، یعنی دو تا سه تا سرویس خوب داشته باشن و بازیخونی خوبم انجام بدن، دفاع کنن، میتونن به بازی برگردن. و مسی هم که دریافت اول برایشون مهمه، ما یاد گرفتیم دیگه، بازی های انتخابی المپیک و آسیا رو دیدیم و یاد گرفتیم که دریافت اول خیلی مهمه در والیبال. جمله‌ای که بزرگوار سرمربی تیم ملیمون آقای عطایی بیان کردن و ما هم در والیبال میتونیم خوب کارشناسی کنیم. 21-17 سرویس برای هوران و هدیه نعمتی که خیلی سرویسش مهمه، ببینیم میتونه چند تا سرویس پشت سر هم بزنه یا نه، به این معنا که آیا هوران برمیگرده یا خیر. نعمتی سرویس خوب بودرزی به پاسوس سوختانلو و خود نعمتی توپ دریافت کرد، حالا لبه تور و 21-18 سبا ایدلخانی با تمام وجودش به توپ ضربه زد و امتیاز 18 رو به دست آورد. سبا ایدلخانی 21-18 اختلاف عدد 3 کم کردن اختلاف. نعمتی یه سرویس خوب دیگه سوختانلو، کدام بازیگاه پاس سرعتی نشد که بشه و چقدر خوب زد. شماره 3 تیم مصر یگانه اکبری که روی پاس پاسورشون سوختانلو امتیاز 22 رو به دست آورد. خودش در منطقه سرویس اکبری دریافت اول، دریافت خوبی رو نداشتن بازیکن هوران. کامیابی کدام بازیکن؟ ایدلخانی، نه سوختانلو. یه پاس سرعتی دیگه توپ جمع بشه، جمع شد، ایدلخانی رد کرد. سوختانلو کدام بازیکن؟ بازم توپ جمع شد، کامیابی. ایدلخانی مدام دنبال جاخالی انداختن بود و آخرش به هدفش رسید. 22-19 اختلاف هنوز عدد 3، هنوز میشه به بازی برگشت و مسی هم اینو به خوبی میدونن و باید ببینیم که خانم پام چه تصمیمی خواهد گرفت. سرویس برای هوران و سبا ایدلخانی دختر تهرانی هورانی ها توپش خیلی عقب بود، عقب زمین قرار گرفت و یه خورده دیگه سخت شد. 23-19 میتونست 22-20 شه، بازی جذاب‌تر شه، اما نشد. شماره 14 پاسور خوشفکر مسیا سوختانلو دریافت اول از لیبروی تیم هوران، کامیابی پاس ساعتی بریده که نرسید به خوبی، یه جا خالی، کامیابی توپ فقط به نعمتی رسون. سوختانلو، سفاطمه هاشمی و امتیاز برای مس، توپی که به سر دست برخورد کرد و امتیاز 24 برای مس. 14-19 سوختانلو دریافت اول و امتیازی که فرزانه شاطر آقایی به دست میاره روی پاس پاسرشون مریم کامیابی. 24-20 اسما وطنخواه، خود وطنخواه، یه سرویس خوب سوختانلو، کدام بازیکن؟
شما 19 رو انتخاب کرد که موفق نبود و تو جمع شد. چقدر خوب بودین توپی که مسی ها جمع کردن. یه پاس سرعتی بریده کدام بازی کن، نه خوب نبود، قدمی سوختان رو بازم پاس سرعتی و آتوسا ملک نژاد که کار رو به پایان رسوند در دست اول. 25-20 به سود تیم مس. اصلاحات کوتاهی انجام بدیم، تصاویر آیسر رو ببینیم، در خدمت شما خواهیم بود.
سرویس برای آفیسا ملک نژاد و دریافت هورانی ها. نعمتی در حکم پاسور قدمی توپ را رد میکنه. سبا ایدلخانی کام ایابی برای شماره پنجشون که نه تلاش کردن خداییش و چقدر خوب برای توپا میدن. امیدواریم که مصدوم نشده باشه بازیکن تیم مصر. فکر میکنم برخورد کرد با حفاظهای کنار زمین، زانوش هم خورد. انشالله که اتفاقی رخ نداده باشه. یه احساس درد ریزی داره، امیدوارم که هیچی نباشه. خب میتونه بازی ادامه بده، خدا رو شکر. فرزانه شاطر آقایی بازی رو یکی کرد و خودش رفت برای زدن سرویس. شاطر آقایی یه سرویس خوب از شاطر آقایی، تو فقط بر میگرده. موقعیت خوب برای هوران. کامیابی برای سبا ایدلخانی که توپش جمع شد. نعمتی کامیابی نتونست پاس خوبی بسازه. سوختان لوی پاس سرعتی و بریده عالی برای یگان اکبری و امتیاز دوم برای تیم مس. دو یک به سود مس و هاشمی سرویس خوش میزنه. توپ رد شد، دریافت خوبی رو نداشتن. دریافت واقعا خیلی مهمه، توپ باید به پاسور برسه که او بتونه طراحی خوبی داشته باشه برای امتیاز گرفتن. 3-1 به سود مس. دریافت اول سبا ایدلخانی. کامیابی خود سبا ایدلخانی و انتهای زمین فرود نیومد و یه توپ بیرون بود. چهار یک اختلاف میشه عدد سه همین ابتدای کار. بازم یه سرویس خوب کامیابی. نعمتی بازم دفاع میشه و بازم امتیاز برای هوران. کار داره سخت میشه و خانم فوتوی وقت اصلاح فنی رو میگیره. 5-1 و کار سخت شد. پنج یک به سود مثل رفسنجان. وقت اصلاح فنی که درخواست شد و ببینید خانم فوتوی میتونه کاری رو از پیش ببره یا نه. سرویس برای سید فاطمه هاشمی برای مصر رفسنجان. دریافت اول از شاطر آقای کامیابی. سبا ایدلخانی که توپش در نهایت به امتیاز تبدیل شد. 5-2 دریا سمی میره برای زدن سرویس مقابل زباهن. در بازی اول در همین سالن بارها عقب افتادن، دست از دست دادن و در نهایت بازی رو بردن. ببینیم این اتفاق رقم میخوره نه. تیم مصر واقعا دریافتاش فوق‌العاده، دست قدمی و چه دفاعی کرد اسما وطن‌خواه. یک دیوار مستحکم مقابل توپ قدمی و 5-3 و اختلاف عدد 2. سوختانلو خود قدمی این بار موفق، توپش روی خط قرار میگیره. شاگردان خانم پام فعلا شیسه پیش هم. دریافت اول خوب نبود. نعمتی هم خوب کارو در نیاورد. سوختان لو برای
شماره 3 شونگان اکبری روی پاس سرعتی بریده و اونا خیلی موفق دریافت های خوبی داشتن، توپا به خوبی رسیده به پاسورشون و یکی از دلایل موفقیتشون دریافت های خوبشون بوده. این دریافت هم برای هورا خوب بود، یه پاس سرعتی این طرف برای اسما وطنخوار که موفق بود و بازی میشه 7-4. مریم کامیابی اگر بهش توپ خوب برسه خوش فکره. نعمتی سوختانو نه لبه تو کار سخت شد. خود کامیابی یه جا خالیه فوق‌العاده توپ رو زمین نشست و قرار گرفت و داورانی که توپ یه متری رو با تردید نظر میدن 7-5. عجیب بود از خانم نوشین حق‌شناس، یه متری توپ بود واقعا. نعمتی دریافت اول، سوختان لوکای سخت شد و توپ به سود مس توپ بیرون رفت ولی خطایی انجام شد از طرف کامیابی. 8-5. یگانه اکبر، یه سرویس خوب و یه دریافت ضعیف از عتی حاجی‌زاده، نتونست خوب توپ برسونه به پاسور و رفت به بیرون. 9-5 اخلاف شد 4 دوباره. یگانه اکبری بازم دریافت خوب. کامیابی برای سبای دلخانی که توپش فقط رد شد و امتیاز بعدی برای مثل رفسنجان توسط خود یگانه اکبری. داره خوش میدرخشه در این لحظات و رویا فرخی برای هوران به زمین میاد. یگانه اکبری انتهای منطقه یک و هدف قرار داده بود که توپش به بیرون رفت. 10-7 10-7 و آرزو گودرزی واقعا لیبرو خیلی خوبیه و دریافت خوبی دارن تا به اینجای کار داشته. ببینیم این توپ چی کار میکنن. دریافت اول از قدمی سوختان لو برای آسیه حسنی. کامیابی حالا این طرف فرزانه شاطر آقایی. 10-8 اختلاف حالا میشه عدد 2. خانم پام داره صحبت میکنه با آتوسا ملک نشاد، نکاتی رو بهش گوشزد کرد، فاصله کم شد و رؤیا فرخی که از سرویسان های خوب تیم اوران سرویس خودشو میزنه هدف من. سوختان لون شسته تو خوب نرسی خود رؤیا فرخی. کدام بازی کن یه پاس سرعتی و بی‌نظیر و تمام کنندگی فوق‌العاده اسما وطن‌خواه. 10-9 باید باشه. ما نمی‌دونیم چرا این تابلو مدام عوض می‌کنن. سوختانلو منتظری کار سخت شد ولی چه توپی رو اوورد سوختانلو. بازم یه اسمک خوب، بازم توپ جمع شد. خیلی خوب دارم استیا توپا رو جمع میکنن. ببینید چه اتفاقی میفته. کامیابی برای شاطر آقایی. نعمتی کامیابی یه پاس سرعتی و رهرس گفتم این توپا چرا به امتیاز تبدیل نمی کنن و تمام 10-9. بازی 10-10 ولی تابلو اشتباه است. 10-9 بازی 10-10
با امتیاز قبلی رو ندادن، حالا میشه 11-10. امتیاز قبلی رو ندادن داوران، به هیچ عنوان امتیاز ندادن. من حواسم بود، من منتظر بودم تابلو عوض بشه، تابلو عوض نشد، 11-9. ولی واقعا 11-10، اگر فیلم بازی رو مرور کنن 11-10، 11-10. کارگردان ما میگه 11-10. دوازده نه امتیازی که جا موند، کارگردان ما میگه من امتیاز رو ثبت کردم ولی تابلو عوض نکرد. 12-9 رویا فرخی، شاطر آقایی، سوختانلو برای هاشمی و توپ بیرون بود. 12-10 که باشه 12-11. یه دونه امتیاز رو اشتباه دادن و یعنی ثبت نکردن دوستان داور و 12-10 که 12-11 است. سرویس خوب گودرزی، کامیابی کدام بازیکن، یه پاس سرعتی برای دریا سمیعی و نعمتی که این توپ خیلی ساده گرفت و 13-10 که 13-11 است. من تا پایان بازی میگم این امتیاز، اگر هورا این دستم واگذار کنه من میگم خیلی تأثیر داشت این امتیاز. و سرویس برای تیم مصر، رؤیا فرخی کامیابی و توپی که باید رد شد توسط شاطر آقایی، سوختانلو کدام بازی پاس سرعتی دفاع ولی به تور خورد، برخورد با تور بازیکن هوران فرزان شاطر آقایی. تعویض برای تیم هوران، 14-10 که باشه 14-11. ما که درست دیدیم و درستم هست ولی 14-10 روی تابلو به ثبت رسیده. دریافت اول، کامیابی، بازم شاطر آقای انتهای زمین هدف قرار داد. آرزو گودرزی در حکم پاسور، چقدر خوبم پاس ساخت شاطر آقایی، چقدر خوب برای توپا تلاش میکنن، چقدر خوب تلاش میکنن، با تمام وجود میرن میجنگن و این واقعا فوق‌العاده است. امتیازاتی که گرفتن همش برای این پشت کاره بوده، خیلی خوب بودن بازیکنان مصر. واقعیتی که رو میبینیم باید بگیم فوق‌العاده بودن در دریافت ها و توپایی که بلاک میشه با تمام وجودشون میرن برای جمع کردنش. 14-11 که 14-12 باشه کامیابی. انتهای زمین منطقه یک، سوختانلو برای هاشمی و امتیاز برای مس. 3-1 فاطمه هاشمی که امتیاز خوب به دست آورد و بازیکن بلند قدشون آتوسا ملک نژاد میره برای زدن سرویس. آتوسا ملک نژاد سرویس خوش رو میزن، دریافت اول از شاطر آقایی، کامیابی برای نعمتی، بازم دریافت خوب از همون نقطه. چقدر خوبه این بازیکنشون، محقول فاملیشو نمیتونم تلفظ کنم، باید بپرسم. شاطر آقایی و امتیاز برای هوران، 15-12 که 15-13 باشه، 11 محقول تخت چین. خب خانم محقول تخت چین خیلی بازیکن خوب و توامندی بود. 16-12 سرویس که از دست رفت و حالا سید فاطمه هاشمی در منطقه سرویس. دریافت اول، کامیابی برای رؤیا فرخی و رؤیا فرخی به خوبی امتیاز 13 هم رو
روی تابلو ثبت کرد امتیاز واقعی 14 رو برای ما، 16 14 واقعی و 16 13 داوران. دریافت خوب سوختانلو، قدمی دفاع شد و روی خط و روی خط تو قرار گرفت. 16 14. سرویس خوب سوکانلو، کارش سخت میشه برای قدمی. توپ چرا اینقدر ناهماهنگ؟ 17 14. قدمی یه سرویس خوب، خیلی سرویسش عالی بود. نعمتی تو با جمع بشه، کامیابی خودش برای یا فراخی جا خالی میخواست بندازه، نشد. سوختانلو نه، همین حرکت نیمه اول، دست اولم داشتیم از طرف سوختانلو و قدمی که قدمی نتونست توپ رو رد کنه. 17 15. نعمتی، هدیه نعمتی به لب تون خورد، کاری گودرزی سخت شد، پاس ساعتی بریده. چقدر خوبی شما خانم آرزو گودرزی، توامند و واقعا میتونم بگم بی نظیر. من بازی والیبال بانوان که میبینم واقعا لیبرو در این سطح کم داره، فوق‌العاده بود، حداقل برای این بازی عالی داره کار میکنه. 17 16. بازی 17 17 است، بازی 17-17 است، ولی داوران اشتباه کردن و 17-16 رو به ثبت رساندن، یعنی امتیاز دهم رو دیر دادن به تیم هوران. 17-16 امتیازی که هوران گرفت ولی داوران روی تابلو ثبت نکردن. خب هدیه نعمتی، 20 یزدی ها بازی رو میتونه برابر کنه یا خیر. یه سرویس خوب این کارو کرد، این کارو کرد خانم هدیه نعمتی. 17 17 برابر در دست دوم روی سرویس خوبه دختر ورامینی تیم هوران هدیه نعمتی. تعریف کردم چش خوردن خانم نعمتی. 18 17. خب یگانه اکبری، خود یگانه اکبری سرویس خودشو به خوبی میزنه. نعمتی دریافتش خوب نبود، چرا؟ سوختانلو پرواز بلند محبول تخچین، اگر تصویر آیسه رو داشته باشیم خیلی خوب میشد. پرواز بلند و فوق‌العاده محبول تخچین. یگان اکبری خوب سرویس میزنه و یه ناهماهنگی انتهای زمین. رؤیا فرخی، سوختانلو کامیابی، حالا رؤیا فرخی و امتیاز برای هوران 19 17. به سود مصر، اختلاف عدد 1 و رؤیا فرخی در منطقه سرویس برای تیم هوران، دختر 19 ساله و 1.87 متر این تیم رویا فرخی. یه سرویس خوب میزنه، گودرزی در حکم پاسور، تو فقط باید رد بشه، این کار رو به خوبی انجام داد. کامیابی پاس سرعتی بریده، حالا کامیابی دیگر بازیکنی که انتخاب میکنه. چقدر باهوش و فوق‌العاده بود آتوسا ملک نژاد.
برای امتیاز 20 برای مصر. خیلی خوب سرو کرد، بازیخوانی فوق‌العاده و 20-18. دریافت اول، کامیابی برای شاطر آقایی و 20-19 فاصله نزدیکه و بازی جذاب خواهد بود. 20-19 و اسما وطن‌خواه سرعتی زن تیم هوران در خط سرویس وطن‌خواه یه سرویس خوب سوختان روی پاس بریده دریافت نشد. 21-19. اگر یه خورده گزارش به سمت هوران این ناخودآگاست و من اصخایی میکنم. 21-19 و هر حال 51% در مورد هوران گزارش میشه و 49% در مورد مصر. ولی واقعا تیم مصر رفسنجان فوق‌العاده کار کرده، دریافت های خوب، سرویس های خوب، خطای کم و 21-19 در دست دوم. جلو دست اولم که برده شاطر آقای و 21-20. اینجا امتیاز به دست آورد و حالا سرویسی که زده میشه گودرزی در یافت میکنه، توپ جمع میشه، یه نفر نعمتی منتظری، کامیابی شاطر آقایی، توپش کات برداشت. 22-20. سینه برم میرم بره بابا نکنی. 22-20. خانم ملیه نوری دستور زدن سرویس رو میده به شماره 8شون مریم سادات هاشمی. سبا ایدل خانی برای شاطر آقایی، سوختانلو برای قدمی تو برای هورانه. 22-21 اختلاف عدد 1. منتظری به بازی بر میگرده و شماره 11 آیناز دانستم به زمین میاد به جای شاطر آقایی. خودش هم میگه که سرویسشو بزنه. آیناز دانسته در منطقه سرویس، دختر مشهدی 20 ساله و 1.70 سانتی تیم هوران. و چه امتیازی گرفت دانسته و چقدر دانسته عمل کرد خانم فتوحی. یه تعویض خوب، یه امتیاز خوب و 22-22 همه چیز برابر میشه در دست دوم. اوج حساسیت از حالا شروع میشه. دانسته و این توپ دیگه از دست رفت، باید برگرده روی نیمکت با یه لبخند ملی. شاطر آقایی هم وارد زمین میشه. من هرچی تعریف کردم بعدش سرویس از دست دادم. 23-22 فعلا دیگه تعریفی ندارم و خبری از تعریف کردن نیست. 23-22 سرویس سید فاطمه هاشمی خیلی مهمه و تاثیرگذار. داور دوم این دیدار خانم نوشین حق‌شناس صحبت میکنه با میز، حالا هماهنگ با داور اول خانم ملیه نوری دستور زدن سرویس ها میده. یه سرویس خوب شاطر آقایی نتونست دریافت خوبی داشته باشه و کار سخت شد. همین باعث میشه که امتیاز از دست بره. قدمی وله درست حد زدم. 23-22 24-22 و وقت ساعت فنی برای هوران.
دریافتشون خیلی ضعیفه، خیلی دریافتشون ضعیفه. خب دو تیم به زمین برمیگردن، بازیکن مثل هم وای کوری میان به زمین و سرویس حساس با سید فاطمه هاشمی، سرویس خوب، دریافت خوب، حالا کامیابی برای سوای دلخانی و خانم گودرزی که خیلی فوق‌العاده است، خیلی خوب فوق‌العاده است. 25-22 2-0 تیم مصر پیش میفته. واقعا یکی از دلایلی که بخوایم نام ببریم دریافت های گودرزی بوده که فوق‌العاده کار کرده و 25-22 استراتژی کوتاهی رو انجام میدیم. تصاویر آیسر رو ببینیم، برمیگردیم با افتخار در خدمت شما هستیم. دریافت باشیم خیلی بدانیم.
شاتل آقایی، قدمی، سوختانلو برای هاشمی، دفاع شد، کار سخت شد برای بچه های رفسنجان، لب تور و امتیازی که به دست اومد برای تیم هوران به جاخالی و 2-1. کامیابی، یه سرویس خوب انتهای زمین، کامیابی، کدام بازی کن، شاتر آقایی، گودرزی مثل همیشه تیزهوش و فوق‌العاده، چقدر خوب بازی زیر نظر داره و خودشو میگی میرسونه واقعا. 3-1. سرویس برای مثل افسنجان و آتوسا ملک نژاد، منطقه 1 حدودن، رؤیا فرخی و 3-2. امروز روز رؤیا فرخی نبوده، روز منتظری هم، مائده منتظری هم نبوده، یعنی کلن اگر بازی بچه های هوران بگیره دیگه فوق‌العاده میشه، اما امروز روزشون نیست، نمیدونم چرا. امیدوارم که به بازی برگردن. قدمی و سبا ایدلخانی که نتونست توپو نگر داره. 4-2. فکر میکنم یه سرماخوردگی هم داره خانم ایدلخانی، احساس هم اینه. 4-2. یه سرویس خوب چپ دسته مسیا، سبا ایدلخان توپش به تور خورد. 5-2. دریافت اول، کامیابی با ساعد، پاس خوب برای رویا فرخی، چه پاسی داد با ساعد، از پشت سرش توپ رو رسون به رویا فرخی و اونم این توپا رو از دست نمیده، سوار بر توپ و 5-3. بیرونه دریا سمیعی، شش-3. قدمی، یه سرویس عالی و نتونست عطیه حاجی‌زاده به تو برسه، لیبرو تیم هوران. 7-3. شاتل آقایی، کامیابی برای رؤیا فرخی، بگیره بازیش، کارو در میاره. 7-4. منتظری مائده به زمین میاد، سرویس برای تیم هوران، دست سومه، دو دست رو واگذار کردن، چیزی برای از دست دادن ندارن و خیلی این دست برایشون مهمه. رؤیا فرخی یه سرویس خوب و گودرزی که فکر میکنم اولین اشتباه او بود، اسقایی هم کرد. 7-5. اینقدر که ما تعریف خانم گودرزی کردیم خراب نمی کنم و 7-5. لیبرو خوب و توانمند والیبال بانوان ایران، همین بازی کن گودرزی، سوختانلو برای هاشمی و لبه تور خورد، به لبه تور خورد، تایمینگش هم خورد برای دریافت و 8-5. خطا، یه جا به جایی باید انجام میشد، نشد. 8-6. گودرزی به زمین میاد، خانه پاما میگه اصلا مهم نیست،
فکرش نکن. فاطمه هاشمی گودرزی دریافت در حالتی سخت، توپ جمع بشه، یه نفر رو یا فرخی برای شاتر آقایی تو دفاع شد، در زمین فرود اومد. اختلاف عدد 3 و عتی حاجی‌زاده به زمین بر میگرد. سوختانلو دریافت نه چندان خوب، عجله در تیم هوران، توپ دریافت میشه و نتونه سما اسما وطنخواه توپ را رد کنه. وقت ساعت فنی برای هوران یزد و خانم فتوحی که با بازیکنش میخواد صحبت کنه. ده شش دست سوم، دو دست رو مس برده و آیا مس دومین شکست پیاپی رو به هوران تحمیل میکنه یا نه؟ هوران قراره به بازی برگرده. دریافت اول از بازیکن تیم هوران شاطر آقایی و باز هم دفاع لب تور فوق‌العاده بازیکن مس و یازده شش. سوختانلو این دریافت باید بهتر می بود. شاطر آقایی نمیرسی، رسید. گودرزی چه تلاشی میکنه و اگر نردا یه متر عقب بود توپ آورده بود. 11-6 شاطر آقایی با تمام وجودش به توپ ضربه زد و 11-7 کرد بازی رو. سرویس با اسما وطنخواه برای هوران یزد. گودرزی نتونست توپ دریافت کنه، توپ برای قدمی بود، یه ناهماهنگی ریز و 11-8. یازده هشت و سرویس برای اسما وطنخواه، سوختانلو و خانم هاشمی فاطمه که امتیاز 12 به دست میاره. دوازده هشت اختلاف 4 امتیاز و سرویس برای تیم مصر رفسنجان کامیابی. شاطر آقایی و خطای کامیابی. 13-8 به 12. آسی حسنی به تور زد. جمعاً اگر بخوام حساب کنم تا به این لحظه، سرویس خوب، دریافت خوب و پیگیری خوب از بازیکن مس باعث بردش تا به این لحظه شده و بازم خطا. 4 زرد رو گرفت خانم ملیه نوری و 14-9.
خیلی بیرونه. توپی که آتوزا ملک نژاد به بیرون فرستاد روی سرویسی که زد 14-10. و شاتر آقایی یه سرویس خوب سوختان رو برای قدمی و بازم امتیاز برای مس. خطای پشت سر هم از بازیکن هوران 15-10. و سید فاطمه هاشمی در منطقه سرویس برای مثل افسند جان منطقه 6 و هدف قرار داد. کامیابی برای رویا فرخی. توپ جمع میشه. سوختانلو برای هاشمی با تمام وجودش به توپ ضربه میزنه. سبا ایدل خانی بازم یه جا خالی. چرا توپ باید اینطوری رد کنیم که اینجا بریم برای جریمه شدن؟ چرا باید این توپ اینطوری رد میشد؟ حیف. 15-10. میتونم به بازی برگردن تایمی که خانم فوتوی گرفت. سلام دوستای من بوده. سرویس برای تیم نصر افسنجان و سید فاطمه هاشمی. خیلی توپش بیرون بود و 16-11. اسما وطنخوان به بازی میاد. آیدا منصور بخت برای تیم هوران سرویس خوش زد. دریافت. حالا خود رویا فرخی توپش رد اصلا نشد فکر کنم به لبه تور خورد. 17-11. یه مشکلی که امروز در بازی هوران هست همون دست اول امتیاز که از دست میدن یه همریختگی عجیبی توی چهره شون بود و به نظرم خیلی زود به هم می‌ریزن بازیکن تیم هوران و اصلا براشون خوب نیست. سبایی دلخانی از هوادارانشون میخواد که کمک کنه بهشون با جبی که بسازن. رویا فرخی یه سرویس خوب بود ارزی تو با خیلی فوق‌العاده برگردون. مایده منتظری کامیابی سبایی دلخانی و امتیاز برای هوران. 18-12 به سود مس. تعویضم انجام میشه. هدیه نعمتی به بازی میاد. اختلاف 6 امتیاز. سخت بود. سخت‌تر هم شد برای هوران. دریافتا اصلا خوب نیست و تجربه بالای مریم کامیابی پاسور 32 ساله و اهل کرمان تیم هوران امتیاز 13 هم رو به دست میاره. 18-13. در افت عوض قدمی سوختانلو برای 12 شون آسیه حسنی کامیابی شاتر آقایی حسنی سوختانلو برای خود حسنی. یه جا خالی ناهماهنگی لب تور و بازی که
آتوسا ملک نژاد در پایان میبره 19-13. منطقه یک کامیابی تک دستی که موفق نبود. 20-13. سوختانو توپش بیرون بود. 20-14. اختلاف 6 امتیاز. آیدا منصور بختم به زمین میاد. 5 امتیاز مسیا میخوان تا بازی رو ببرن. پورانیا 6 امتیاز میخوان تا برابر کنن. قدمی کار سخت شد. 1 امتیاز رو جبران کردن. سوختانو و هاشمی هم با هم رفتن سمت توپ که نرسیدن، یعنی یه ناهماهنگی ایجاد شد. سوختانلو هم اول یه خود ناراحت شد، رفت که عصبانیتش رو نشون نده، حالا اسخایی کرد. سوختانلو خوش فکر این پاسور رفسنجانی ها و داره خوب عمل میکنه و عمل کرده. 21-15 بازم اختلاف 6 امتیاز. در طرف عوض مایده منتظری کامیابی برای شاتر آقای بیرون. 22-15. یه جو روانی هم گودرزی رو انداخته لیبرو تیم مصر و موفق بودن تا به الان کامیابی برای نعمتی و گودرزی حکم پاسور نه قدمی نعمتی کامیابی برای شاتر آقایی و امتیاز 15 برای هوران. 22-15. کامیابی گودرزی، سوختانلو و هاشمی. خود سوختانلو قدعمی به جا خالی انداختن. نعمتی خانم نعمتی کجا؟ 23-16. بازی برای مصر قطعا، ولی انتظار پایانی رو باید منتظرش باشی. یه سرویس خوب از آتوسا ملک نژاد کامیابی. باز هم خطا و 24 روی تابلو ثبت شد برای هوران و رفسنجانی ها و خانواده بازیکنان تیم مثل رفسنجان. دیگه الان جشن گرفتن داخل منازلشون کسانی که ما رو از اپ آنتن تماشا میکنن. آتوسا ملک نژاد کامیابی با ساعد و رویا فرخی و 24-17. سرویس فرزانه شاتر آقایی میزنه قدمی با ساید و سینه توپ رو جمع کرد، خودش هم این طرف آبشار خوش زد. هدیه نعمتی سوختانلو قدمی و تمام. نه تو بیرونه، چرا میاری خانم سوختانلو؟ عجیب بود. نعمتی رویا فرخی چرا اووردی خانم نعمتی اون توپ؟ خانم سوختانلو عجیب بود. 24-18. ما که خوشحالیم برای همین امتیاز و خانم پامش عصبانیتی داشت برای کمک خودش، برای اینکه زنگو بزنه. چه عصبانیتی دیدیم از خانم پام. تیم رفسنجان تیمش 24-18 جلوه، ولی
خیلی براش مهم بود امتیاز، بچه اشتباهی که از سلطانلو اصلا حواسش نبود، اینقدر خوب بازی کرده و اینقدر خوب پاس ساخته که اصلا این امتیاز حساب نمیاد. تیم هوران یزد امسال با حامی اعتماد دستشرجی خودش وارد بازی ها شده، بازی خوبی رو از نمایش گذاشته، زوبان و پیکان رو مغلوب کرده و مرسان رو باخت. این بازی رو هم داره کم کمک واگذار میکنه، اونا با تلاش پشتکارش رو قطعا به مسابقات بر میگردن و روند خود خودش رو ادامه میدن. 24-19 شد، زودتر آغاز نکردیم این اتفاقات، امتیازگیری ها خیلی دیره، یعنی باید تیم مثل رفسنجان رو بذاریم توی یخچال بمونن تا شما 24 امتیاز بگیرید. امیدوارم که بگیرید 24-19. و دختران رفسنجانی، تیم مثل رفسنجان فوق‌العاده بودن، اگر بخوام نام ببرم گودرزی و سوختانلو، در ادامه شماره 19 شون آتوسا ملک نژاد، نظر منه، بعدم خانم هاشمی. 24-20 همینطوری سرویس بزن خانم شاتر آقایی، شما لطفاً همینطوری اشتباه کنید که ما ادامه بدیم بازی رو در دست بعد. شاتر آقایی، سوختانلو، این پاس مهمه، قدمی و تمام، برده مثل رفسنجان در سالن یگانگی شهرستان یزد 25-20. هیچ مثل رفسنجان بازی رو برد. تبریک به بانوان رفسنجانی، تبریک به دختران مثل رفسنجان، خدا قوت به دختران هوران، شادی و پایکوبی این تیم. و خانم پام که دختران خودش رو بغل میکنه، با آغوش میکشه، تشویق تیم هوران برای مسیحا و خدا قوتی که دو سرمربی به هم میگن. اتفاقات خوب، صحنه‌هایی که قشنگه، امیدوارم که هر روز ورزش بانوان ما رشد کنه، روزهای خوب رو داشته باشیم و در نهایت تیم‌های ملی ما، به خصوص والیبالی که الان داریم در موردش صحبت می‌کنیم، به نقطه اوج خودش برسه و قهرمانی آسیا بشه، بازی جهانی المپیک ان شاء الله سخت اما می‌تونیم بهش برسیم. به هر حال تبریک به خانواده والیبالی مثل رفسنجان و خدا قوت به خانواده بزرگ هوران یزد. امیدوارم که از گزارش بازی هم راضی بوده باشید و از طرف همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم، به امید دیدار و گزارش دیگر. یا علی و خدا نگهدار.